سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. من شهاب هستم و خوش اومدین به قسمت دیگه از پلی پوینت. بچه همونطور که میدونید هفته پیش وقتی بازی ها و برنامه های پلی پوینت آپدیت شدن، یه سری بازی و برنامه جدید واسه همون آورد که هر کدوم از اونا به همون 30 تا امتیاز میادن که یه ویدیوی کامل من واسه ساختم. اگه ویدیوشو ندیدین لینکش این بالاست، اگه دوست داشتید ببینید ویدیوشو ببینید. یه سری از بچه ها دیدن و رفتن خریداشون رو زدن و هیچ مشکلی نداشتن. یه سری دیگه از بچه ها موقع خرید توی بازی مختلف مثل کال آف دیوتی موبایل، پابجی موبایل به مشکل برخوردن و یه ارور واسه شون اوورد که اسکرین شات ارور رو الان روی تصویر واسه تون میذارم. اونایی که به این ارور برخورد کردن یکم خوش شانس بودن، چون الان توی این هفته کال آف یه ایونت جدید گذاشته و به جای 80 تا سی پی میتونن 160 تا سی پی کاملا رایگان با استفاده از پلی پوینت بگیرن. من اکانت یکی از بچه‌هایی که به مشکل برخورده بود و گرفتم اکانت گوگلش و اکانت کال آفش هم گرفتم. قراره توی این ویدیو با هم دیگه بریم و با اکانت گوگلش 160 تا سی پی به جای 80 تا سی پی روی اکانت کالافش بزنیم و بهتون یاد بدم چجوری هم ارور رو برطرف کنیم و هم این که خریدتون رو خیلی راحت و اوکی بزنید. بعدش هم بچه توی همین ویدیو با هم دیگه میریم یه سری سرور دیگه از پلی پوینت بهتون معرفی میکنم که سرورهای خوبی هستن، میتونید توشون فعالیت کنید. یه سری از این سرورها بازی‌ها و برنامه‌های متفاوتی نسبت به بقیه سرورها میارن و میتونید توی چند تا سرور اینجوری فعالیت کنید و امتیازهای بیشتری بگیرید توی اکانت‌های مختلف و خریدهای بیشتری رو با استفاده از پلی پوینت بزنید. ویدیو بچه‌ها حتما با دقت و تا انتهاش تماشا کنید، کلی چیز جدید قرار یاد بگیرید. لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره و اگه دوست داشتید ویدیو برای دوستاتون اشتراک گذاری کنید که اونم ازش استفاده کنن. بدون حرف اضافه دیگه ای بزنید بریم سراغ. خب بچه ها، واسه برطرف کردن اون اروری که اول ویدیو بهتون نشون دادم، شما باید مالیات اکانتتون رو صفر کنید که الان در ادامه ویدیو دقیق بهتون یاد میدم که چجوری این کار رو انجام بدید. کار سختی نیست، خیلی راحت میتونید انجامش بدید و زمان زیادی هم ازتون نمیگیره. در قدم اول بچه ها حتما وی پی انتون روی سرور آمریکاش روشن کنید. فرقی نمیکنه چه وی پی انی باشه، فقط سرور آمریکا داشته باشه و مطمئن بشید از طریق سایت مای آی پی که آی پی تون روی کشور آمریکا انداخته باشه. الان بچه ها توی ویدیو میریم اون آفر 160 تایی کالافو با اکانت این دوستمون که من گرفتم میخریم. خب بچه ها، در قدم اول من وارد پلی استور میشم. همونطور که بهتون گفتم اکانت دوستمون رو من گرفتم که مشکل داشت واسه خرید، همونطور که میبینید اکانت محمد تاز، و با هم دیگه الان میریم مشکل اکانتش رو برطرف میکنیم و یه خرید با اکانتش میزنیم و بهتون یاد میدم که کلن چجوری. وارد بخش پیمنت متدش میشم که موجودیش رو بهتون نشون بدم. همونطور که میبینید بچه ها تاریخ 18/7 یه دلار موجودی اکانتش رو شارژ کرده ولی مشکل داشته واسه خرید و هنوز نتونست ازش استفاده کنه. بخش پلی پوینتش هم بذاریم بهتون نشون بدم که این موجودی رو ببینید با پلی پوینتش گرفته. همونطور که این بچه 4 تا بازی نصب کرده، 100 تا امتیازش رو داده بعدش و 1 دلار موجودیشو شارژ کرده. بذاریم وارد بازی کال آف دیوتی موبایل بشیم. سرعت ویدیو رو اینجا میبرم بالا که سریع این بخش لودینگش بگذره و بهتون هم متن ارور رو نشون بدم، همین که اکانتش مالیات داره و بعدم میریم و با هم دیگه مالیاتش رو صفر می‌کنیم. یکم صبر میکنیم که این لودینگ بگذره. سرعت ویدیو رو 5-6 برابر بیشتر کردم. این بچه ها آفریه که ما میخوایم بخریم توی این ویدیو، همونطور که میبینید یه گاف صندوق که تازه به بازی اضافه شده از این بخش آفرام در دسترس. اگه روی صفحه نظرید اینجا هم در دسترس، همونطور که میبینید 160 تا سی بهتون میده. چند دست بازی کنید این خط پر میشه، بعد میتونید با 1 دلار اینو بخرید که اینجا بچه ها صفحه خریده. همونطور که میبینید 1 دلار موجودی دارم، اون بالا هم نوشته که 99 سنت قیمت این پک. وقتی شما بیاین اینجا خرید بزنید و رمز اکانتتون رو وارد کنید که من الان رمز اکانت رو پست کردم، میبینید که یه همچین اروری واسه تون میاره اگه اکانتتون مالیات داشته باشه. نگاه کنید بچه ها، خرید و قبول نمیکنه و میگه عوض کنید روش پرداختتون رو که بزنید. الان دقیق بهتون نشون بدم که مالیاتش چقدره، حدود چند سنته، ولی کارو خراب میکنه. تو این صفحه بچه اونجا که نوشته 99 سنت زیرش یه تکس نوشته، اگه روی اون بزنید بهتون نشون میده که با مالیات این خرید 1 دلار و 5 سنت میشه و موجودی اکانت ما الان 1 دلار. الان بهتون یاد میدم که چجوری مالیات اکانت رو صفر کنید و با همون 1 دلار خریدتون رو خیلی راحت و اوکی بزنید. خب بچه‌ها،
کلا کنسل کردم خریدو، برمیگردیم توی بازی کالا فیوتی موبایل فعلا کاری نداریم، از بازی خارج میشیم و باید وارد یه مرورگر بشیم که من توی این ویدیو از مرورگر کروم استفاده میکنم. میگم بچه‌ها گوگل کروم رو روی گوشی دارم، همتون روی گوشیتون گوگل کروم رو به صورت پیش‌فرض دارید واردش بشید. بچه‌ها اول وارد این سایت بشید، مای آی پی، این سایت بچه‌ها که آی پی تون رو نشون میده که همونطور که میبینید بچه ها من آی پی ملان روی کشور آمریکاست و پایین تر هم آدرس و اینا رو دقیق آورده و همونطور که میبینید اوکیه، حتما باید آی پی تون روی کشور آمریکا باشه. بعد بچه ها بیاین توی بخش سرچ گوگل کروم pay.google.com رو سرچ کنید که املاش هم براتون میذارم توی قسمت توضیحات و کانال تلگرام، میتونید ببین از اونجا املاشو بگین، چیز خاصی نیست که خودتون میتونید یه پی بنویسید بعد نقطه بعد گوگل دوباره نقطه و در آخر هم یه کام بنویسید. وقتی بچه‌ها وارد این سایت شدید همون اول ازتون میخواد که لاگین کنید، توش نکنید، اون پایین اکانت آورده و نوشته کانتینیو از محمد تاها که اگه اوکی بود و همین اکانتتون بود که میخواید مالیات رو صفر کنید کانتینیو رو بزنید و یه کوچولو صبر کنید که وارد اکانتتون بشه. نکنید بچه ها اینجا الان این خریدی که من زدم و آورده که رد شدم، اونطور که میبینید چون موجودی گوگل هم از مقدار خریدی که میخواستم بزنم کمتر حدود 5 سنت که واسه این که بتونید مالیات اکانتون رو صفر کنید شما باید دو تا جا آدرس وارد کنید. اول این سه تا خط رو از این قسمت بالا سمت راست بزنید، وارد بخش نشانی ها بشید اینجا و یه آدرس وارد کنید که الان بهتون میگم چه آدرسی وارد کنید، چیز خیلی خاصی نیست، این واسه محکم کاریه. قدم بعدی قدم مهمتریه. وقتی بچه‌ها اینو زدید گزینه افزودن آدرس رو انتخاب کنید اینجا، یکم ساب کنید اینجا بچه توی صفحه‌ای که واسهتون میاد توی بخش اول اسمتون رو وارد کنید، زیاد مهم نیست چی وارد میکنید، اگه دوست داشتید میتونید اسم خودتون رو وارد کنید که الان من اسم تاها رو وارد میکنم چون اکانت اونه. توی خط یک نشانی یه USA یا هر چی دوست داشتید وارد کنید، زیاد مهم نیست این بخشم. ولی بخشی که مهمه بچه توی این صفحه این بخش شهره که باید حتما اینجا لس آنجلس وارد کنید با این املایی که من وارد میکنم، دقیقاً باید همین اینجا وارد کنید. توی بخش ایالت که بخش پایینیشه باید ایالت کالیفرنیا رو توی بخش سی پیدا کنید، اولش با سی شروع میشه، بیاین اینجا و کالیفرنیا رو پیدا کنید و روش بزنید و بعد بچه‌ها یه زیپ کد از ایالت کالیفرنیا وارد کنید که مثلا 911 هست، 920 هست، 925 هست که من الان اینجا 911 رو وارد میکنم و بعد گزینه ذخیره رو از اون کنار میزنم که این آدرس روی اکانت هم سیو بشه. قدم بعدی که قدم مهمتریه بچه ها مربوط به این بخشه که الان بهتون میگم، دوباره اون سه تا خط رو بزنید، وارد بخش تنظیمات بشید اینجا و یکم صبر کنید که اینجا واسهتون لود بشه. تو این صفحه ای که واسهتون میاره بچه ها وارد بخش نام و آدرس بشید، این بخشی که الان من روش میزنم اگه گوشیتون انگلیسیه نیم ان ادرسیز نوشته توی این بخش بچه ها همون اطلاعاتی که توی بخش نشانی وارد کردید و دوباره دقیقاً وارد کنید که الان من وارد میکنم. بخش شهر رو پاک کنید اگه قبلا شهری وارد کردید و لس آنجلس رو وارد کنید همونطور که من وارد کردم. بخش ایالت رو بچه ها ببرید روی کالیفرنیا مثل اون بخش قبلی، کد پستی هم دقیقا همون کد پستی که توی بخش قبلی وارد کردید و وارد کنید. بخش نام اگه دوست داشتید تغییر بدید به همون اسمی که توی بخش آدرس وارد کردید و وارد کنید که من الان واردش میکنم. وقتی اینا رو اوکی کردید خط یک نشانی رو هم پر کنید که همون USA یا هر چی که دوست داشتید وارد کنید، زیاد مهم نیست. و بعد بیاین پایین بچه ها اینا که اوکی شد گزینه ذخیره رو باید بزنید که این تغییراتی که اعمال کردید ذخیره بشه. بعد این صفحه رو واسهتون میاره که اون گزینه آبی رنگه رو باید بزنید، استفاده از نشانی همونطوری که هست، گفته این آدرس ذخیره نشده و اینا، زیاد مهم نیست این بخش. و بعد گزینه ذخیره رو اینجا دوباره بزنید که همه چی اوکی شه و مالیات اکانتتون صفر بشه و بتونید خریداتون رو خیلی راحت و اوکی بزنید. الان بچه همه چی اوکی شد، آدرس و اون چیزایی که مربوط به مالیات بود همه اوکی شد، الان میتونید ببین خریدتون رو بزنید. واسه تست اینکه مالیات اکانتتون صفر شده وارد گوگل پلی بشید و بعد وارد بخش پریمیوم بشید، از اون بخش بالایی که بازی پولی رو بیاره بعد این بازی 1 دلاری رو انتخاب کنید، خرید رو بزنید و وقتی این صفحه رو آورد واسهتون اون گزینه تکس رو بزنید که ببین مالیات واسهتون صفر شد یا نه. همونطور که میبینید بچه‌ها
نوشت نو تکس، یعنی اکانتتون الان مالیات نداره و خیلی راحت اوکی میتونید خریدتون رو بزنید. که من اینجا الان وارد بازی کال آف دیوتی موبایل میشم، سرعت ویدیو رو دوباره بردم بالا که سریعتر این بخش لودینگ بگذره و وارد بازی بشیم. خب بچه ها الان من توی بازی هم، بریم همین آفری که روی تصویر میبینید و بخریم. بذارین از این بخش آفرها بازش کنم که اگه شما هم از این بخش نتونستید بازش کنید وارد بخش آفرها بشید. اینجا که رد شد دوباره میزنم روش، اینجا میزنم که خریدش انجام بشه، دوباره همون صفحه رو واسم میاره، گزینه تکس رو میزنم و همونطور که این بچه ها مالیات صفره، همون 99 سنت از اکانت من کم میکنه. بانتب بای رو میزنم و اینجا از سرانگشتم رو وارد میکنم و اگه یکم صبر کنیم میبینید که خرید کاملا اوکی انجام میشه و 160 سی پی به من خیلی راحت و اوکی میده. تمام این 160 سی پی رو همونطور که دیدید رایگان گرفتیم با استفاده از پلی پوینت و گفته توی میل باکس ارسال میشه. که بذارید من برگردم توی صفحه قبل و توی میل باکس بازش کنم. الان نگاه کنید بچه‌ها روی اکانت 5 تا سی پی روی اکانت این دوستمون که اینجا وارد میل باکس میشم، میزنم و این 160 سی پی رو میگیرم، برمیگردم دوباره. همونطور که میبینید بچه‌ها 5 تا سی پی شد 165 تا سی پی و به همین راحتی با استفاده از پلی پوینت شما میتونید 160 سی پی راحت و اوکی بگیرید و ازش استفاده کنید. خب بچه‌ها این تمام بخش مربوط به مالیات و صفر کردنش بود که بذارین توی پلی استور هم بهتون رسید و تاریخچه خرید رو نشون بدم که ببینید کاملا اوکی و همین الان خرید انجام شده و بعدم چند تا سرور دیگه پلی پوینت بهتون معرفی میکنم. وارد پلی استور میشم بچه‌ها، از اون بالا اکانت انتخاب میکنم، وارد بخش پیمنت اند سابسکرپشن میشم، اینجا توی این صفحه تاریخچه خرید رو میذارم که گزینه سومه. همونطور که میبینید بچه‌ها تاریخ 18 پوینتاشو تبدیل کرده، 1 دلار گرفته ولی تا امروز نتونسته بود ازش استفاده کنه. الان من واسهش مالیاتشو صفر کردم و خریدشو انجام دادم تاریخ 23 جولای، تو این 5 روز نتونسته بود خودش خرید انجام بده و خریدشو واسهش انجام دادم و یه سودی هم که الان کرد به جای 80 تا سی پی 160 سی پی گرفت. خب بچه‌ها این بخش مربوط به صفر کردن مالیات و خرید با استفاده از اکانت. بخش بعدی که قرار بود توی این ویدیو بهتون بگم بخش مربوط به سرورهای دیگه پلی پوینت. بچه‌ها من دو سه تا سرور دیگه رو تست کردم، الان کاملا اوکی و امتیاز میده. سرور اول که به نظر من بهترینشون سرور آلمانه که قبلا واسهش ویدیو ساختم توی کانال قبلی، اگه خواستید بگید یه ویدیو دوباره واسهش بگیرم و آموزش ساخت اکانت توی این سرور رو بهتون بدم که چه جوریه. سرور دوم فرانسه و یکی دیگه از سرورهای خوب سرور انگلیس یا همون بریتانیاست که اونم حتی میتونید مالیاتشو صفر کنید. قبلا من که پلی پوینت فعال بود من یه اکانت انگلیس داشتم، تونستم مالیاتشو مثل آمریکا صفر کنم. اگه خواستید بگید ویدیوی اونم واسهتون بگیرم. و آخرین سروری هم که توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که بازیای کلا متفاوتی واسه یه امتیازگیری واسهتون میاره سرور کره جنوبیه، ولی توی کالاف و پابجی نمیتونین ازش استفاده کنید. توی بقیه بازی مثل کلش رویال، کلش آف کلنز و اینا میتونین استفاده کنید، میتونید توش امتیاز جمع کنید و با آمد پیام بدید اگه خواستید که بچه‌ای که توی کلش آف کلنز، کلش رویال، براور استارز اینا خرید دارن بیان و خریدشون رو با اکانت پلی پوینت شما انجام بدن و اینجوری میتونید اون پوینت هایی که جمع کردید رو بفروشید و توی بازی های دیگه مثل کال آف دیوتی موبایل یا پابجی موبایل آمد واسهتون خریدتون رو انجام بده. و همین راحتی بچه ها میتونید توی همه این سرور رو فعالیت داشته باشید. اگه آموزش میخواین بگید توی بخش کامنت ها که هر کدوم از این سرورهایی که لازم دارید و آموزش رو توی ویدیوهای بعدی واسهتون بذارم. امیدوارم بچه ها ویدیو به دردتون بخوره و بتونید ازش استفاده کنید. همه چیزو دقیق و با جزئیات بهتون گفتم و همین، موفق باشید. خب بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اونو حتما حتما برای دوستاتون اشتراک گذاری کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره. در انتهای این ویدیو هم بچه ها این دوتا ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم که میتونید یکی از این دوتا ویدیو رو ببینید یا اگه این ویدیو هم دوست داشتید یه سر به کانالم بزنید، پر ویدیوهای باحال به درد بخوره که حتما حتما میتونه کمکتون کنه. پس حتما یه سر به کانالم بزنید. تا روز دیگر، بدرود.